به نام خداوند بخشنده و مهربان، درود و وقتتان بخیر. هموطنان عزیز ما، آرزو میکنم هر جایی که هستین خوب باشین و لباس عافیت بدنتان باشه. خوشحال هستیم که امروز هم فرصت از زیرا پیدا کردیم تا از حالا تا یک ساعت آینده با داشته های متنوعی که ویژه امروز هست از مجله زندگی مهمان خانه شما خوبان باشیم و از شما میخواییم که تا پایان برنامه ما را همراه باشین و این روز هم از داشته های مجله زندگی استفاده ببرین و ما هم وعده ازیره میدیم که داشته بسیار خوبی را تقدیم حضور شما عزیزا بکنیم. آرزو میکنیم که شروع هفتهتان پر از انرژی مثبت و پر از حال خوب بوده باشه. با همی امیدواری برنامه امروز شروع میکنیم که امروز در بخش اول فال داریم برای عزیزایی که میخواین بفهمن که در فالی هفتهشان چی پیش بینی شده. متولد هر ماهی هستن، حتما بسته فال را بیننده باشین تا در مورد فال خودتان در یک هفته آینده بفهمین. در ادامه گزارش داره همکار مصطفی رفته امروز به یک فروشگاه کرتی پتلون کرتی پتلون های مردانه. البته آقایان عزیزی که بیننده مجله زندگی هستن، امروز گزارش مخصوص شما است. اگر میخواین برتون که یک کرتی پتلون شیک و مقبول بخرین و در مورد نوعیتش و اینکه کدام مدلش تازه به بازار آمده میخواین معلومات حاصل بکنین و یک پیش زمینه داشته باشین قبل از اینکه برین به فروشگاه، حتما گزارش مصطفی همکار ما بیننده باشین که در بخش دوم با مصطفی قرار است همراه شویم. در ادامه کارتون داریم امروز هم بر کودکای نازنین، یک کارتون فوق العاده و دیدنی را که بسیار کودکا طرفدارش است آماده کردیم که تقدیمشان میکنیم و در ادامه در بخش روانکاو برمیگردیم که آقای امید وطن قرار است در استودیو با ما همراه شود و امروز در مورد افراد صحبت میکنیم که اختلال بدشکلی بدن دارن. گاهی حس میکنن که چشمشان یا دستشان کلن اندام که بدنشان تشکیل میده زیبا نیست و این اختلال را دارن و مدام به او فکر میکنن و احساس ناراحتی و اذیت و کمی بودن میکنن. امروز در همین مورد صحبت میکنیم و ای که ما چطور میتونیم این اختلال را درمان بکنیم و از بین ببریم تا ای که با آرامش روحی برسیم و بسیار راحت با هر گونه‌ای که هستیم خودمان را دوست داشته باشیم و بپذیریم. شماره تماس برنامه هست 0798-4012. شما اگر سوالی در این مورد داشتین میتونید در بخش روانکاو تماس بگیرید. به نام یاد خدا، السلام علیکم هموطنان عزیز و بیننده خوب مجله زندگی. امیدوار هستم هر کجایی باشین صحتمند و سرحال باشین و همچنان لباس عافیت بر تن داشته باشین. عزیزان دل، ما امروز در یکی از فروشگاه های آمدیم که کرتی و پتلون های مردانه فروخته میشه. امروز میخواییم که درباره کرتی و پتلون های مردانه بر شما یک گزارش داشته باشم. کدام کرتی و پتلون ها را باید در محافل شما بپوشین و کدام کرتی و پتلون ها را باید شما در دفتر بپوشین. گزارش شما تا آخر بیننده باشین. تمام موضوعات را براتون میگم. بله بیننده های عزیز، در یکی از دکان های آمدیم که فکر میکنم بسیار کرتی پتلون های مقبول، زیبا و هر قسم کرتی پتلون که ما ضرورت داشته باشیم در این دکان پیدا میشه. صاحب این فروشگاه هم اینجا. سلام. سلام علیکم. خوب هستین؟ بخیر. صحتتون خوب است؟ تشکر. نامتان؟ حسیب الله. حسیب الله جان، چطور است این بازارا؟ فضل خدا شکر خوب است. خوب است. نام خدا هم تو یک فضل خدا گفتی که بازارایتان فوق العاده خوب است. ان شاء الله از اینکه خوبتر هم میشه. خواه امیدوار هستیم. ما همچنان بازارا که خوب است، چند قسم کرتی پدون دارن شما در اینجا؟ ما رسمی داریم، مفلی داریم، دفتری داریم. اگر دریشای داماتی خاص داره. خو رسمی و بله. مفیلی و عادی ما از دیگر. اگر کرتی و اگر چیزا است که سر پرانتون باز، اگر کسا که جای میرم بپوشن مشکل. دمی روزا خو عروسی کردن ها بسیار زیاد است، عروسی ها زیاد است. بیام اول همین مفیلی را بگو. دامادی را. بیاین دامادی را برام نشان بده که کدام کرتی پدونایتان؟ کرتی پدون دامادی است. اونو بیار. داماتی است. نقره‌ای در لباس. همون نقره‌ای. اولی سیاه است، یکان لباس هایی که مثلا لباس عروس است، سفید باز می پوشد. اون تلایی که مقصد داماتی است. خواه امی تلایی. بله، این تلایی. درست است. نرخایش قیمت های از اینا چند است؟ داماتی قیمت است یا دفتری؟ و این حالا فرق میکنه. ما از 3000 دریشی داریم تا بلند شده میره باسه. خواه از 3000؟ جانا. خواه امی کرتی پلدون دانه برای ما بگوین اینمی قیمتش چند است؟ امی 6500 است. 6500؟ بله.
جرامت داره یا نه؟ آه نه چرا نداره، جرامت داره. بسیار خوب. در دامات ها تو قیمت است یا نه ایم و قدر ارزشش زیاده؟ نه نه، اون مقص داماتی است باز. اگر دیشه که آدی بگیرن مثلا 4000-3000 داره دیگه. درست است، این مخصوص داماتی است. کرتی و پالتون هایی که عام پوشیده میشه، نه در یک محفل، نه در دفتر، او کدام است؟ این دریشی است بیادر. خواه این دریشی است، این دریشی ها که است. اون دریشی که طرف میبینین در جانای مایکه، اون دریشی ها که است. درست است. اینا را تنها کرتیش شما به فروش میرسن یا کرتی و پالتون؟ مشکل ندار، نظر داد تقاضای مشتری است. کرتیش هم بگوین میتونم، کرتی پالتون هم بگوین. در این روزا کدام کرتی و پالتون ها را هموطنان ما خرید میکنن از شما؟ خش بیاین نشان میتونم براتون. بریم. این دریشی ها که است. ای کرتی پالتون نه هموطنان زیادتر انتخاب میکنن. سیار کرتی پالتون خوبش است، تاکسیدو است، پالتون که سیاه است، کرتی رادار یا خنقاق سفید نیکتایی شان خودگل است، بسیار یک چیز خاص است. اینی است زیافتر خریدشان. درست است. ای را ای دیگه در محفلی و ای چیزا میشه؟ آه مخصی محفلی هست اینا. خواه مخصی محفلی برای محفل است. بله. آن لباس های ماشیگه که میبینین است، اون آبیگه که است. یک کرتی که خودت را خوب خوشت میایه و هموطنان مام را خوب خوششان میایه برای من نشان بده، بیار که من یک بپوشم برای هموطنان نشان بده. یک کرتی را میپوشم، شما بیننده باشین، اگر خوشتان آمد بیاین همی کرتی را باز شما همچنان خرید بکنید. هما جان امیال که برنامه را دیده رویست، باز من نظرش را میگیرم بعد از برنامه که این کرتی چه قسم معلوم میشه و همچنان هموطنان ما بگوین که کرتی چه قسم معلوم میشه. قیمت امیرم بگوین. قیمتش در اصل خوب باشه که پنیز دومش با شما دونیم هزار بوده. دونیم هزار؟ بله. بیدونی جور آمد دیگه؟ ای دیگه بازم فکس پرایس شه برتا دیگه. درست است، درست است. بخیر باشین. خب بسیار زیاد تشکر از اینکه وقت دادین و کرتی و پالتون را برای ما و برای هموطنان نشان دادین. زنده باشین، سلامت باشین، خیلی خوش شدیم. تشکر، بخیر باشین. بخیر باشین. روز خوش. هموطنان عزیز، شما گزارش را بیننده باشین. میریم یک چند دانه بوت های مردانه را برتان معرفی میکنم، بعد از او شما را به خداوند یک تا میسپارم. در رسته دکانای بوت فروشی آمدیم. بسیار بوتای برند، بسیار بوتای وی آی پی داره. میخوایم امروی عظمی جوان صحبت بکنم. سلام علیک. خوب هستن؟ بخیر، سلامت باش که من اینجا استاچم. نامتان؟ سلیمان. سلیمان بوت فروشان از غری مارکت. بسیار خوب. سلیمان جان، چند سال است که خودت اینجا مصروف بوت فروشی هستی؟ ما حدود 3 سال میشه که باجی بیادریم، که حدود 5 سال از اونم میشه، اما 3 سال میشه در این کار بوت فروشی هستی. بسیار خوب، بسیار خوب. تنها بوت دارن دای دو کانتون یا دیگه چیزا؟ بوت هم از کرمچ، از چابلی، از بوتای که مختلف است، برای داماتا است یا برای محصلی است یا برای پرنتمون است، اونا کلش علایده میبین. بسیار خوب. یعنی کلش مردانه است، مردانه، زنانه خو نیست. زنانه. بسیار خوب. بیاین خی یک بوت داماتی برای ما اول معرفی بکنین. کرتی و پالتون داماتی را برای همتان نشان دادیم، بوتش مانده. اینی تو دیزاین اکاسی را به نام پوست موری می که سیاتی وقت برای دامات ها ما میتیم. هر کسایی که میگه ساده باشه یا دیزاین انگلیسی باشه، اینی دیزاین به نام دیزاین انگلیسی میگه که بیشتر از این کرتی پالتون استفاده میشه. بسیار خوب. ای بوت قیمتش بگوین. ای بوت قیمتش باز 2500 افغانی است. اینی دیزاین انگلیسی که هست قیمتش 3000 افغانی است. باز نظر به شخص از شخص، اگه بخوای که براق بپوشه، براق هم داریم. خواه برای داماتا ایتو بوتای جلا داره که اینجا براق میگن. خواه خواه، ای همی بوت براق هست. بوت براق هست. اینی که از بوت براق بنام فوتلوکر هست. آها. اینی که از براق های اصلی هست، ببینین دیزاینش هم کیفیت و کوالتیش. اینی که از بوت اصلی هست دیگه. بله. باز بوتای هست که هر دوکان هم نداره. ایره خود ما هم مثلا مال چیز از دیگه پنهانی گفته سودا میکنیم، مال از چیزای برند است. من فکر کردم که اونو بود برند است، یی از او کده بسیار خوبیشتر بوده. هموطنان عزیز، شما همچنان میبینین شیپش از امو ظاهر فامیده میشه که بسیار بوت اصلی و جنس بسیار خوبش. این قیمتش چند است؟ قیمتش 5000 افغانی. قیمتش 5000 افغانی است. 5000 افغانی. جرامد هم داره یا نه؟ جرامد هم داره. جرامد هم داره. بسیار زیاد تشکر. بخیر باشین. تشکر. هموطنان عزیز و بینندگان خوب ما که همیشه برنامه های شبکه جهانی آرزو را و برنامه مجله زندگی را بیننده هستن. این بود گزارش امروز ما. تا گزارش بعدی که بازم خدمت شما قرار میگیرم، شما را به خداوند یکتا میسپارم. اگر میخواین که بوتای زیبا خرید بکنین، اگر میخواین که کرتی های زیبا خرید بکنین، بیاین دمی فروشگاهی که ما براتون معرفی کردم و همین قسم کرتی و پالتون و بوتا را خرید بکنین. خداوند حافظ و نگهدار.
گاهی برتان اتفاق افتاده که روبروی آینه نشسته باشین و یک عیب در چهره خودتان پیدا بکنین، مثلا از چشمتان، از فرم بینیتان یا هم از فرم بدنتان راضی نباشین و احساس بدی برتان دست بده؟ متاسفانه شما دچار اختلال بدشکلی بدن هستین که من فکر میکنم اکثر افراد شایدی را داشته باشن، ولی خود ما متوجه نمیشیم که آیا ما واقعا به اختلال دچار هستیم یا خیر. امروز در این مورد صحبت میکنیم. آقای امید وطن در استودیو با ما همراه شدم. شماره تماس برنامه هست 0798-402. شما اگر سوالی در این مورد دارین و یا هم از این مشکل رنج میبرین و اذیتتان میکنم، میتونین تماس بگیرین. سلام، وقتتان بخیر، خوش آمدین. سلام به شما، روزتون بخیر. سلام به تمام کسایی که ما را بیننده هستن. آرزو میکنم خوب سر حال باشین. ممنون، ما همچنین آرزوی با شما داریم. متاسفانه فکر کنم مریضم هستن، شفا باشه. زنده باشین. در مورد اختلال بدشکلی بدن صحبت میکنیم. پیشترم یک اشاره کوتاه کردم، بیایم از شما بشنویم که چگونه اختلالی هست افرادی که به اختلال دچار هستند. واقعا اختلال بدشکلی بدن یا بی دی دی که میگن، بادی دیسمورفیک دیساردر از طبقه و خاندان امراض وسواس اجباری و یا هم ابسسیو کامپاسیو پرسونالیتی دیساردر میباشد که یک ایلنس بسیار خطرناک در وجود هر انسان است، یعنی خفیف است و حتی میتونه از کودکی و حتی میتونه در نوجوانی و الی جوانی و بالاخره پیری سلط داشته باشه و ما را سر دچار بکنه. که میگن افراطیت بیش از حد در نقد کردن اعضای وجود ما میتونه اختلال بدشکلی بدن باشه و در وجود هر انسان میتونه یک موقعیت و یک جایگاهی داشته باشه. شما بیشتری مثلا یاد کردین که بیش از حد ما مثلا انتقاد بکنیم یا یکی بیش از حد توجه بکنیم. من فکر میکنم تمام افراد بلا استثناء شاید گاهی برشان اتفاق افتاده باشه که یک عیبی را در قسمت از وجودشان پیدا بکنن. ما چطور بفهمیم که ما با اختلال دچار هستیم یا که نه یک مسئله زودگذر بوده؟ حالا که بس ما بالای اختلال است، ما جان با خواهرها و برادرای ما که برنامه را بیننده هستن، یک چیز باید واضح شود که شما اگر دنبال نظافت هستین، شما اگر دنبال استایل و کرکتر زیبا و یک شخصیت خوب هستین، حتما شما اختلال را ندارین. یعنی ما در شروع اشاره کردم که نقد کردن بیش از حد و افراطیت در نقد کردن میتونه اختلال بدشکلی بدن باشه. یعنی یک نفر دوست داره که من چشم خودش را مقایسه بکنه، چرا یک چشم مگذره خورده است، یک کلان است، چرا مثلا موهای زاهد داره صورتم، چرا از فلان کس نداره، چرا فلان اندامم فلان رقم از حاضر کس نیست. یعنی وقتی که ما بیش از حد میخوایم نقد بکنیم به این اختلال بدشکلی بدن گفته میشه. اما وقتی که ما کوتاه به خاطر سر و صورت ما، به خاطر نظافت ما، به خاطر استایل ما اگر کار میکنیم، یک اختلال نیست، تعلق به شخصیت ما میگیره. یعنی یک کس دوست داره هر صبح موهای خود را شانه بکنه، مثلا یک بانو دوست داره که به خود رسیدگی بکنه، عطر بزنه و لباس و پاک و تازه بپوشه، این قطعا نمیتونه اختلال باشه. اما وقتی که بیش از حد میشه، یعنی کس دوست نداره که این قسمت صورتش کس به آرایش ببینه، زیاد آرایش میکنه، یا یک آقا از کس دوست نداره که این قسمتش یک سر یک داغ داره یا کدام لکه داره یا کدام چیز وارد شده که نمیتونه نشون بده، دائما پیراهن خاطره و یا هم بلوز و یخنقاق را که میپوشه تا این قسمت میمونه و یک روز هم بالا نمیکنه. یعنی به یک نوع میخوای هاید بکنه و پنهان بکنه اما قسمت را که مردم نمیخوای ببینه. یا وقتی که مردم حرف میزنن در مورد او قسمت از بدن، این دوست داره که از حرف بگذره، دوست داره که آمیانه‌تر بهم بکنم تیر خود را بیاره و اصلا نمیخواه مبحث او بحث را وارد او قسمت از بدن بکنه که خودش از اوج آسیب دیدگی داره. در حالتی که تحقیقات نشان میده که 85% اختلالات بدشکلی بدن فقط در صورت واضح است که ما خودمون او را میتونیم ببینیم و دیگه کس نمیتونه ببینه. یعنی اگر من نگاه بکنم در آینه میبینم که چه عوارض دارم اما دیگه کس نمیتونه ببینه. اما اگر میره بخوایم زیاد گسترده تر بسازم و زیاد گسترش بدم، این تبدیل به یک وسواس میشه و بلا فاصله در آینده های نچندان دور تبدیل به افسردگی و دپریشن میشه که بسیار خطرناک و مهلک نیز میتونه باشه. آیا مثلا وجود داره که این اختلال بیشتر در بین خانم ها رایج است یا بیشتر در بین آقایان؟ چون که یک باور وجود داره که زنها بیشتر اهمیت میدن به ظاهرشان، به اینکه چشمشان چطور است، شکل بینیشان چطور است، شکل صورتشان و کلا بدنشان. آیا مسئله درست است که زنها بیشتر حساس هستند در رابطه؟ یک احصایه‌گیری که انجام شده در کتاب بی سایکولوژیز آن یور سلف هم شما میتونید مطالعه بکنین، در سالهای 2016 عبده بوده، درست سالش معلوم نیست در و فکرم نیست اما نشان میده که حدود زیادتر بانوان و خواهرای ما مبتلا به اختلال میشن. یعنی
در بین خواهرای ما هم میتونه متفاوت باشه انواع اختلال، در بعضی ها خفیف است اما در بعضی ها خیلی پیشرفته است. چرا زیادتر خانوما را مورد هدف قرار میده اما جان و چرا آقایان را کمتر مورد هجوم قرار میده؟ چون ببینیم زیادتر خواهرای ما دوست دارن که نسبتا به سر سامان خود رسیدگی داشته باشن، زیادتر آرایش بکنن، زیادتر مثلا لباس های رنگارنگ بپوشن، حتی از یک مواد آرایشی که به چشم استعمال میشه، من هم شاید درست نمیدونم، از اون قسمت شروع الهی که بالاخره لپسیدین میشه و خط چشم میشه و بالاخره به موهای خود رنگ استفاده میکنن و به انگشتای خود که ناخن میشه و رنگ ناخن استفاده میکنن، زیادتر اینو میخواین که از چیزی که دارن اکسرگک بلندتر بسازن را. اما روز وقت کمبود پیدا میکنن در یک عرصه از وجودشان، یا هم اندام هایی که آشکار است و یا هم اندام های محرم قرار داره در وجود هر مرد زنه، باز اینا یا لط را پیدا میکنن که بسیار خطرناک میتونه در بین خانم ها نیست باشه. بله، تماس داریم. خانم مقبول تماس گرفتن از ولایت غزنی. سلام و وقتتان بخیر، خوش آمدین به برنامه. سلام، همچنین محترم خوب هستین ساتمن؟ بسیار معذرت میخوایم که شما آقا بودین، ممنون. آرزو میکرم شما هم خوب باشین، خوش آمدین به برنامه، بفرمایین سوالتان رو بپرسین. خوش باشید مهمان محترم. سوال ما میشه که بعضی نفرات می آینه زیاد خیل میکنه زن تصویر خود زیاد خیل میکنه و زن باز احساساتی میشه یا مثال زود سرش میشه احساس زفیت میکنه. کسی از شما میشناسین که ای حالت را داره یا هم شما به اساس کدام حکایت یا داستان بیان میکنین؟ بله بله، این یک کسی خندوردار من هست، دونی آینه که زیاد تایید میکنن با زوف میکنن. مثلا چقدر وقت طرف آینه نگاه میکنن که زوف میکنن؟ نه در دقیقه پنگ دقیقه که تایید میکنن دیگه، یا در سلمانی اون را سر خود جور میکنن بازم این زوفیت سرش میکنن. درست است، شما منتظر باشید. ممنون از تماستان، ما سوالتان را گرفتیم، منتظر شیدن پاسختن باشین. خدا نگهدار. باشید، بخیر باشید. خدا نگهدار. این اختلال که به برادر ما پیش میاد، اینا میتونن با مراجعه کردن به دکتر اعصاب و یا هم یک روانشناس، چون اونا باید یک جلسه 45 دقیقه یا 60 دقیقه با برادر ما داشته باشن، تمامی ابعاد زندگیشان را ببینن، تمامی جهت ها را ببینن، بعدا بتونن یا دارو درمونی و یا هم روان درمونی داشته باشن. اما کوتاه اشاره میکنم، این که هر چیزی که زیادتر میشه باز لذتش و عمو خوب بودنش از بین میره اگر متوجه شده باشیم. مثلا ما باز میخوایم مثال بتم، شما اگر قرار باشه یک شیرینی را هر روز میل بکنین، نوش جان بکنین، بالاخره دل زده میکنه شما را، میلش میره. و اگر شما قرار باشه پیش یک کس هر روز برین، هر روز برین، من خبرت میگیرم، خبرت میگیرم، حتی اگر صمیمی ترین دوست شما هم باشه، بالاخره یک روز به تنگ میه یا هم به شما عادی میشه یا هم امور هویر که سابقا برای شما میداش نمیداشته باشه. هر چیز کمش میتونه مفید باشه. حکیم صاحب هم میفرماید که هر چیز کمش داروس و زیادش سم است و هم سحر میتونه باشه. به این لحاظ بعض اختلالات در روانی، در روانشناسی هم موجود است که بعض وقت حالت های عصبی و هورمون های عصبی و DSM منفی 5 ما را مورد هجوم قرار میده و بعض وقت هورمون های سروتونین را مورد حمله قرار میده. از نگاه عصبی هم بعض بحث ها مطرح میشه که دکتر صاحب های عصبی مدری ارسد زیادتر میدانن و میتونن کار بکنن. خوبتر او است که شما با یک روانشناس با تماس شوید، از نزدیک البته، با اینا یک جلسه داشته باشه، چون اگر ما بخوایم او سوالات را که در جلسات 45 الی 50 و 60 دقیقه پرسان میشه و او حالتایی را که ما میخوایم تستار انجام بدیم، در برنامه انجام بدیم، متاسفانه وقت برنامه ما کمتر هست و ما نمیتونیم به درستی رسیدگی بکنیم. به این لحاظ شما به کسی که در عرصه کار میکنه یا دکتر اعصاب است و یا هم در عرصه روانشناسی کلینیکی و بالینی کار میکنه مراجعه بکنین. ان شاء الله مشکل حل شده نیست و یا ذریعه دوا و یا هم ذریعه مشوره حل میشه. تماس داریم. خانم رویا تماس گرفتن از ولایت کابل. سلام، وقتتان بخیر، خوش آمدین به برنامه. خانم رویا صدای ما رو دارین؟ بله، سلام، خوش آمدین. سلام علیکم. علیکم سلام. خانم رویا خوش آمدین، بفرمایید سوالتان رو بپرسین. خانم رویا صدای ما رو دارین؟ متاسفانه تماسشان قطع شد. بیاییم به بپردازیم که اگر ما حتی اگر یک مشکل داریم در بدن خود ما، مثلا چشم ما، شاید خود ما حس میکنیم، شاید در واقع چنین چیزی وجود نداشته باشه، احساس میکنیم یک چشم ما خورده است، یک اشکالان است، یا میتر یک مشکلات دیگه در داخل بدن ما است، ما چطور کنار بیاییم با این مسئله و او را به عنوان یک نقص نگاه نکنیم، قسمی که نشان ندهیم که ما با این مشکل داریم،
وجود داره و او را بسیار راحت بپذیریم. اولین چیزی را که باید ما قبول بکنیم که در این کائنات و در این جهان بزرگ تنها کسی که عیب نداره، تنها کسی که یک نقص نداره، او حضرت خداوند جل جلاله است و بس. دقیقاً. ما انسان ها هر کدام ما یک عیب داریم، ما انسان ها هر کدام ما یک نداشتنی داریم، ما انسان ها هر کدام ما بلد هستیم یک کار منفی انجام بدیم، حتی بعض وقت توقع کار را که نداریم بلد هستیم انجام بدیم، بعض وقت حتی آنقدر 90 درجه تغییر میکنیم که خود ما خود را نمیشناسیم که آیا واقعا ما کسی که 10 دقیقه پیش بودیم هستیم یا خیر. به این لحاظ اصل را که ما دائما پیشنهاد میکنم اصل پذیرش میتونه باشه. هر مشکلی که در زندگی با ما پیش میآید از هر جهت میتونه باشه، اولین کاری که باید بکنیم من حیث یک انسان موفق، من حیث یک انسان کارا و من حیث یک انسان که باید خود ساخته باشه و کس باشه که خودش را بنا بکنه، باید دنبال راهکار باشیم، با یک راهکار پیشنهاد کنیم. مثلا حتی اگر آلت در وجود ما می باشه، یعنی امروز بس ما بالای اختلال بدشکلی بدن هست، شاید بعض حالت‌ها تداوی داشته باشه اما بعض حالت‌هایی هست که تداوی هم نداره. پس ما باید کدام مسئله را پیش بگیریم؟ اصل پذیرش را بگیریم. یک حالت در زندگی شما پیش میاد، یک مشکل در زندگی شما میاد، شما میتونید راه حل داشته باشین اما مشکل از سطح شما بلندتر هست و شما نمیتونید او را درمان بکنین و راه حل داشته باشین. ما باید بپذیریم. یعنی میگه خوب رویان را اگر دیدی عاشق حسنش مباش، نقش او بر دل بگیر و عاشق نقاش باش. یعنی نقاش همگی خداوند جل جلاله است. در یکی از دانشگاه ها کسب یک تئوری را خواستم علی بکنم، مجرم میخوام یک حکایت را بیان بکنم. یک رسم انجام داد، کدام چیز را ترسیم کرد و گرفت به شاگردان نشان داد. یک شاگرد خوب گفت، یک شاگرد غلط گفت، یک شاگرد بالاخره کس پیدا نشد که حتما این نقاشی را یا پاره بکنه یا هم یک رنگ خراب بر روی او بزنه. چرا این کار را انجام ندادن؟ به خاطر که به او استاد که این رسم را انجام داده بود احترام داشتن. یعنی اگر قرار بود که بالای نقاشی تمسخر بکنن، اگر قرار بود که اون نقاشی را پاره بکنن، اگر قرار بود اون نقاشی را اکس بزنن بالایش، فکر میکردن که استاد از ما خفه میشه چون نقاشی را استاد کرده بود. بعد از اینکه استاد نقاشی را میگیره میگه شما امروز قرار احترامی که به ما داشتین نتونستین نقاشی را نقد بیش از حد بکنین، نتونستین کدام چیز بگین. اما چی میرسه؟ ما شما میایم بالای نقاشی خداوند نقد میکنیم. وقتی که میگیم خداوند قادر به همه کار است میگیم درست است، اما وقتی که وارد دین میشیم و گپ میزنیم و بحث میکنیم میگم خداوند فلان کار کرده نمیتونه، میگم استغفر الله خداوند کل کار را کرده میتونه. پس وقتی که به چهره خود نگاه میکنیم یعنی چهره را خداوند ما ترسیم کرده و ما هیچ گاهی حق نداریم بالای چیزی که خداوند ترسیم کرده نقد بکنیم و یا هم تمسخر بکنیم و یا هم زیاد ناامیدی بکنیم. این بس را ادامه میدیم بعد از تماس ان شاء الله. بله خانم پروانه تماس گرفتن از ولایت کابل. سلام، وقتتان بخیر پروانه جان، خوش آمدین به برنامه. بسیار تشکر، ممنون، آرزو میکنم شما هم خوب باشین. بفرمایید سوالتان رو بپرسین. پروانه جان میشه یک موقعیت درست اختیار بکنین؟ ما صدا شما رو درست نداریم. بله فعلا خوب است. ای داغ صورتشان به صورت مادرزادی از قبل وجود داشته؟ سوخته است؟ سوختگی، داغ سوختگی است؟ درست درست، ما سوالتان نگرفتیم. ممنون از تماستان، خدا نگهدار. پروانه جان گفتن یکی از دوستایم یک داغ سوختگی در صورتش داره و بسیار ناراحت است، به خاطر از او همیشه ماسک میپوشه، از خانه بیرون نمیشه، جای نمیره، چون که او داغ صورت رو اذیت میکنه و احساس کمی برش دست داده. در مسئله داغ صورت و هم سوختگی ها و هم لکه های سپید که پیس هم میگن به او و انواع لکه هایی که در صورت وایدا میشه، بعض راهکارهای طبی موجود است. اینا میتونن توسط دوا و دارو حل بسازن. یعنی مزج به خواهر ما میگون که اگر شما یک دکتر خوب و واقعا کارکشته را پیدا بکنین، انشالله دوایی میده به شما که او لکه های صورتتان که توسط سوختگی به میان آمده از بین بره. اما میخوایم تحت دو نظریه را بیان بکنم، چون شاید کسایی باشن که مثلا اوماجان ما یک چیز را به نام سیاهی
میگیم باز یک اصطلاح مادرای مادر اگر میگه شبک مهتاب را گرفته باشه شما طرف مهتاب نگاه بکنین یا یکی از اولاد در شکم شما باشه باز یک لکه در وجودش پیدا میشه یه حالت طبی هم میتونه داشته باشه اما او بس که از حدیم و قدیم در افغانستان ما مروج هست و بنیانگذار شده را میتونم اشاره بکنم یعنی اگر شما در صورتتون از او لکه دارین یا کدام لکه دارین که دائما شما را رنج میده ببینیم اگر شما میخواین قدر داشته هایتان را بدانین شما یک روز برای یک قسمت سفر کنین در یک جای سر بزنین در یک جای مکان بگیرین و کمین بگیرین که نداشته ها زیادتر به داشته ها وجود داشته باشه شاید کشور فعلا در بین کشورهای جهان باشه که نسبت به افغانستان هم حالتش غمگین تر است شاید کشور در بین کشورهای جهان باشه که نسبت به ما غم زده تر باشه شاید کسی باشه در بین اقوام ما در بین دوستای ما که نسبت به شما حالت اقتصادی خوب نداره حالت مدنی خوب نداره حالت فامیلی خوب نداره و باز بیارین حرف را بالایی که شما چهره دارین شما چشم دارین دهان دارین بینی دارین دست دارین و الهی که خدا یک داغ را در صورت شما قرار میده به این معنی نیست که تمام زیبایی شما را سلب کرده بزرگترین سخنران نوع جهان را وقتی که شما تاریخچه‌شون را مطالعه می‌کنین و در حال حاضر جهان را می‌بینین یک بانویی که از نگاه امور منایی که باید در صورت می‌داشت و نسبتاً خوب می‌بود نیست با اسمش فراموش شد اما وقتی که شما سرچ می‌کنین پیدا می‌کنین کسی است که امروز بزرگترین موتیویشن جهان هست و بهترین سخنرانی‌های انگیزشی را انجام می‌ده این کسی بود که با چهره خود نگاه نکرد به استعدادی که خداوند در درونش قرار داده بود به نام استعداد و بیان و سخن و سخنرانی نگاه کرد و امروز تبدیل به کسی شد که یک سخنران بسا بالاست و یک کسی شد که میتونه خوب صحبت بکنه یعنی اگر میخواین واقعا شما او چیزی که در وجود شما هست و شما را رنج میتره نادیده بگیرین پس به دیده هایتان توجه داشته باشین به چیزی که خداوند در وجود شما قرار داده توجه بکنین بعضی ها هست دائما دوست داره مقایسه بکنه خودشان را با کسی یا از نگاه زیبایی یا از نگاه صورت و یا هم از نگاه اندامی که در وجودشان قرار داده خودشان را مقایسه میکنه که در مدت زمان خیلی کوتاه میتونه اینا را از کار بانه و تبدیل به یک اختلال بسیار بزرگ در وجودشان شوه خانم رویا که پیشتر تماسشان وصل شده بود و ما نتونستیم سوالشان رو بگیریم دوباره تماس گرفتن خانم رویا خوش آمدین سلام علیکم علیکم سلام خانم رویا خوش آمدین بفرمایید سوالتان رو بپرسیم من سوال داشتم یک دختر خالی هستم بله مشکل دارم نمیتونه رو بگم خب ما میخواستیم پرسان کنیم کم کم میتونم اما چی تمرینات انجام بده که خانم رویا میشه در مورد تمرینات شما به یک دکتر مراجعه بکنین ولی اگر از لحاظ روحی مشکل دارن و با این مسئله بسیار ناراحت هستن ما میتونیم با شما همکاری بکنیم درست ممنون از تماستان خدا نگهدار بس روی افراد شد که سوی شکل مادرزادی دارند مرتبط با سوال خانم رویا که یک نقص وجود داره و ما چطور با او کنار بیاییم پیشتر به داغ‌ها اشاره کردیم که شاید قابل تداوی باشه ولی بعضی سوی شکل‌ها قابل درمان نیسته یک انسان چطور با او مثلا کنار بیاید از لحاظ روحی و روانی خواهر ما اشاره کردن راجع به طفلشان بهترین پیشنهادی است که اونا باید به یک دکتر مراجعه بکنن اما اگر شما می‌خواید از نگاه روحی هم فرزندایتان را دائما درمان بکنین و کسی باشین که اونا اصلا نیست را به خودشان نده که اگر من دستم کجه است و یا هم یک چشمم نسبتا خورده است یا ندارم یا دهانم یک مشکل داره یا هر قسمت از وجودشان میتونه باشه فکر نکنن شما باید کار انجام بدین که اونا از داشتن خودشان لذت ببرن و افتخار بکنن یعنی یک پدر و مادر خوب کسی است که دائما طفلش را نوازش میده دائما طفلش را با نامهای پسندیده صدا میکنه دائما به او افتخار میکنه حتی اگر او مشکل داشته باشه حتی اگر او نارسایی در وجود خود داشته باشه ببینیم یک رسم که فعلا اوماجان در افغانستان حاکم است نامهای سانیز در بین فامیلا نامهایی که بسیار مضر از در بین فامیلا طفل شما جور تیار است شما او را کلکته صدا میکنین طفل شما مثلا یک زرگک چشمش مشکل داره یک زرگک خرد است هیچ متوجه نیست شما او را چشم خرد صدا میکنین نامهای مختلف میتونه داشته باشه من تمام نامها را بلد است من بیان نمیکنم چون خوب نیست و وقتی که طفل شما یک زرگک کچ را میره و یک زرگک خراب را میره شما به او لنگ صدا میکنین و
نمیفهم پای کچ صدا میکنین. ببینیم این شکایت ها است که با ما میاد و ما میخوایم در مورد این موضوع بگیریم و در قطار قرار بگیریم که واقعا ما بتونیم میره در بین صف کسایی که در جهان این مشکل را حل کرده ما هم جایگاه خود را داشته باشیم. چرا افغانستان دائما وقتی که یک مرض واردش میشه، وقتی که یک آسیب واردش میشه، وقتی که یک اختلال واردش میشه نسبت به کشورهای سایر جهان کوتاه‌تر کار میکنه؟ مثلا اگر پولیو را مثال بتیم، امروز در تمام جهان محو شده اما در افغانستان ما و شما و یک کشور دیگه باز هم پاپرجاست، یا هم اگر یگان مرض دیگر ما مثال بتیم یا ایدس را مثال بتیم، چرا در افغانستان دائما دوام میکنه؟ چون ما کسایی هستیم که خودمون را میخوایم از بین ببریم. اگر طفل شما حالت داره، شما میتونین با نام های مستعار بسیار قوی، شما میتونین با تشویق های بسیار قوی، با دادن انگیزه، با دادن روحیه، اونا را از حالت که داره تغییر بکنین. یعنی اگر ما راجع به اختلال بدشکلی بدن صحبت میکنیم، آن اید از مشکلاتی که قابل تداوی و درمان هست باید درمان شود، اما بحث ما بالای نادرمان ها و لاعلاج هایش هست که امروز ما بحث میکنیم. وقتی که اینا وارد روان درمانی میشن و وارد تاک تراپی میشن، به اینا روح روحیه داده میشه، به اینا انگیزه داده میشه. مطمئن باشه خواهرها و برادرای ما که امروز برنامه ما را بینده هستن، یک دکتر روانشناس و یک کلینیکال سایکولوژیست جز انگیزه دادن کار دیگه انجام نمیده. حتی اگر شما مشاوره هم میکنین، حتی اگر شما 45 دقیقه و یک ساعت حرف میزنین، با دانستن مشکلات شما به شما انگیزه میده و او انگیزه باعث میشه که شما تغییر بکنین. اگر واقعا شما اهل تغییر باشین، اگر شما اهل نمو و اهل انکشاف و پیشرفت کردن باشین. پس اگر ما مثال بدیم اطفال ما را، مثلا طفل ما از نگاه پا مشکل داره، بر علاوه که تداوی میکنیم، دارو درمانی میکنیم، ما من حیث پدر و مادر خوب، ما من حیث خواهر و برادر خوب و الهی که تماس قبلی خواهر ما من حیث یک دوست خوب، باید کسی باشیم که روحیه بتیم، باید کسی باشیم تشویق بکنیم. مثلا اگر میبینیم اونا خوب هم نشده باید تشویق بکنیم. مثلا اونا راه میرن، آفرین امروز دو قدم بیشتر از روز قبل ماندی، نام خدا خیلی قوی هستی، قهرمان هستی، جسور هستی، مقبول هستی، به این نگاه نکو، به اون نگاه نکو. یعنی ما کسایی را دیدیم اموجان به ما تماس گرفت، میگه من از بینیم مشکل دارم، من دائما فکرم میشه که من بینیم کج است. میگم چطور فکر تو ببینید میشه؟ میگه وقتی که داینه نگاه میکنم اولین بار چشمم که میخوره و بینیم میخوره. تو تبدیل به کسی شدی گفتم که دائما به اوج فکر کردی و اولین چشمت ببینید میخوره. اما چرا به چشمای خودت نگاه نمیکنی؟ خدا چشما رو چقدر زیبا خلق کرده. چرا به دهانت نگاه نمیکنی؟ چرا به ابروهایت نگاه نمیکنی؟ چرا به موهایت نگاه نمیکنی؟ یعنی اگر ما مشکل شگافی بکنیم و دائما دنبال مشکل و نقد کردن باشیم، مریض هم نباشیم، مریض میشیم. استاد وحید رحیمی یک متن را خیلی زیبا نوشته کرده بود، من شب گذشته خواندم، میگه انسان های مریض کسایی هستند که دائما دنبال نقد کردن هستند، دائما میخوان کاستی ها را نگاه کنن، دائما میخوان اونا را مردم تعریف بکنه، از خوبی هایشون یاد بکنه. مثلا احمد جان چقدر مقبول هستی، چقدر لباس خوب پوشیدی، این اندام را که تو داری چقدر زیباست، یا مثلا تو چقدر عکس های زیبا در استوری های نمیفهم انستا و فیسبوک و واتساپت میمونی. ای باعث میشه که اونا احساس خوشحالی پیدا کنن، اما در اصل اونا انسان های مریض هستن، در اصل اونا انسان های هستن که اختلال دارن و باید هر چی زودتر یا به یک روان درمان و یا هم به یک دکتر اعصاب مراجعه بکنن و اختلالشان را از بین ببرن. یک انسان واقعی دقیقا کسی است که از وجود با خودش لذت میبره. وقتی که خودش را نگاه میکنه، یعنی به آینه خلقت خداوند نگاه میکنه و در اصل خدای خود را میبینه، یعنی انسانی که از بودن با خود لذت برد یک انسان است که هیچ اختلال نداره و دقیقا درک کرده که خداوند در وجود چی را قرار داره. اما هرگاهی که شما با آینه نگاه میکنین یا هم تعریفی از خودتان از جان و بین میشنوین، از مردم میشنوین، ناراحت شدین، شما باز هم از نگاه ذهنی کاستی دارین، نه از نگاه فیزیکی، که مشکل قابل حل هست با مطالعه کردن، با مدیتیشن کردن، با یوگا کردن و حتی ورزش کردن، انگیزه گرفتن و حتی ویدیوهای انگیزشی، صداهای و آلارم‌های انگیزشی شنیدن. اینا میتونه تمام حالت‌های ما را درمان بکنه و به مدت زمان خیلی کم میتونه خیلی خوب هم واقع و صادر شود. بله، یکی از بیننده ما تماس گرفته بودن، سوالشون برای همکارا گفتن، خانم تبسم از ولایت کابل گفتن که من بیش از حد لاغر هستم و هر چی تداوی کردیم هم نتیجه نگرفتیم و بسیار اطرافیان من اذیت میکنه و مدام میره برخم میکشه که تو بسیار لاغر هستی، اندامت خوب نیست. چه پیشنهاد میکنین برشان؟ من هم لاغر هستم اماجان، یه شاید شما هم دیده باشین و دوست هم دیده باشین، یه آخر هم یک زرگک لاغر تر شدیم. باز مرا کسی پرسان میکنن که چرا لاغر هستی؟ میگم کسایی که لاغر هست جذاب است،
دل کسی که قبول میکنه دل کسی قبول نمیکنه. میره به خاطر نمیگم که من از خود صفاتی بکنم، یا هم من دوست دارم نسبتا چاق شم، اما وقتی که شرایط نمیگذاره که ما نسبتا وزن بگیریم، یا هم چیزی که در نصیب ما صورت میگیره، یا هم رژیم خوب نداریم، یا غذای خوب نمیخوریم، یا بیش از حد کار میکنیم، ما دلیل لاغر شدن خودم را خوب درک کردیم و میدونم، و اگر ما را ترک بکنم مطمئنا چاق میشم. و یک احساگیری واقعی هم است، کسایی که نسبتا لاغرتر هستن یک احساگیری نشان میده که اونا جذابتر هستن نسبتا به خواهرمون. منو میخوام میرم منعیس یک سخن انگیزشی بیان بکنم، یک حالت واقعی است شما سلط بکنین میتونین مثل ما حتی جذاب باشین. و گذشته از حرفایم که قبل نشاره کردم، هر گاهی که شما میخواین خودتان را باسم اشاره بکنم نقد بکنین، با داشته هایتون یک بار فکر بکنین، شما اگر تداوی کردین به رژیم غذاییتون یک بار توجه بکنین. ببینیم ما غذا میخوریم در حالت که غذا نمیخوریم، ما نماز میخوریم در حالت که نماز نمیخوریم، ما راه میریم در حالت که راه نمیریم، حتی ما میخوابیم در حالت که نمیخوابیم. چطوری تگ حالت صورت میگیره ما میخوایم ثابت بکنم. ما نان میخوریم یا چشم ما به تلویزیون است، یا با موبایل کار میکنیم، یا فکر ما جسم ما در نان خوردن است، فکر ما یک جای دیگه قرار داره. قرضی چطور میشه؟ فلان غیبتم چطور شد؟ فلان کس کلم جنگیز چطور میشه؟ شریک زندگیم چطور شد؟ شریک عاطفیم چطور شد؟ فکر ما مشوش هست، ما از نان خوردن لذت نمیبریم. ما راه میریم به جایی که برا رفتن ما فکر ما باشه. متاسفانه در افغانستان هم میخوایم مثال بتم، فکر ما به جای چهار طرف از او فلان آقا چرا قم لباس پوشیده، او خانم چادر پوشیده موهایش معلوم میشه، او فلان کس کورتیش سیاه پتلونش سفید است، این فلان کس موهای خدایی تو کرده. اینی راه رفتن نیست، ما راه نمیریم در حالت که راه میریم، و حتی ما خواب میکنیم در حالت که خواب نیستیم. تمام روز وقت داریم، ساعتها وقت داریم، در مورد یک چیز فکر نمیکنیم، اما وقتی که در بستر خواب میریم و میخوایم خواب بکنیم، بستر خواب نیست، بستر مناظره است، بستر مذاکره است. فکر میکنیم فلان موضوع چطور شد. حتی برادرای ما که در عرصه تجارت کار میکنن دائما مینالن، با ما پیام میکنن که ما چطوری مشکل را حل بکنیم. وقتی که میگه از خود قرضدار داریم، یا خودمون قرضدار هستیم، یا یک معامله ای را انجام دادیم، یا یک کار تازه را شروع کردیم، در جریان روز اصلا به فکر ما نیست. اما وقتی که خواب میشیم یادم میاد که احمد از ما یک قدر قرضدار است، محمود ازش ما یک قدر قرضدار است، باید با فلان کس فلان معامله را انجام بدم و فلان نکار را انجام ندم. یعنی اگر ما بتونیم واقعا سلوک ها و ملاک هایی که در زندگی باید مورد نظر ما قرار بگیره و ما باید اونا را رعایت بکنیم، بتونیم رعایت بکنیم، ما میتونیم. این خود چاق شدن هست و وزن گرفتن هست، خیلی کارهای دیگه انجام دادم میتونیم. یک تقسیم اوقات خوب، یک تقسیم اوقات عالی ما به خواهرمو پیشنهاد میکنم. شما چند چیز را فراموش نکنید، مطمئن باشین که وزن هم میگیرین، تغییر هم میکنین، بر علاوه که از نگاه پوستی و شفافیت روی و اندامتون تغییرات میاد، حتی در ذهنتون تغییرات میاد. سه تایم غذاییتون را بسیار با تقسیم اوقات داشته باشین. ساعت 9 شب بخوابین و وقتی که اذان ملا میشه و اذان صبح هست از خواب بیدار شوین. روز 10 صفحه کتاب مطالعه بکنین، مطالعه عالی، یک خلاقیت روز بیاموزین، و روز یک صفحه در مورد چیزایی که فکر میکنین نوشته بکنین. باز شما در ظرف یک ماه این کار انجام بدین، این برنامه ایش شاهد باشه، شما هم شاهد باشین، یک روز در این برنامه شاید تماس بگیرن یا ما باشم یا نباشم، باز از تغییراتی که در وجودشون ظاهر میشه اینا خودشون بیان میکنن که چقدر تغییر کردن. سابق بود مردم خیلی عمر میکرد، سابق قطعا مردم موهایشون زود نمیرفت، دندانهایشون زود نمیفتاد. دلیل چی بود؟ اون وقت تلویزیون نبود، وقت برق نبود، وقت فیسبوک نبود، گیم نبود، اینترنت و فیسبوک نبود. چی میکردن؟ ساعت 9 و 10 بجه شب خواب میکردن، اما میگن خشت و گل قدیم بود، فلان کس از قدیم بود. و وقتی که اذان صبح میشد از خواب بیدار میشدن، دنبال کارشون میرفتن. امروز خواب جوانای ما ساعت 1:30 بجه شب است، یا ساعت 9 صبح، یا ساعت 10 اگر کار نداشته باشن. اگر کار داشته باشن خب صبح وقت از خواب بیدار میشن. ما تقسیم اوقات خوب به خود تیار بکنیم، یک آجندای خوب به خود تیار بکنیم، انشالله که ما هم میتونیم یک انسان موفق شویم و هم میتونیم از نگاه عضلاتی و جسمی به خود رسیدگی بکنیم و آن چیزی را که آرزویش را داریم به او برسیم. ممنون از حضورتان، خسته نباشید. بیننده عزیز، ممنون از شما هم که امروز ما را یک ساعت همراه بودین. با اظهار سپاس از بازار بزرگ جان ما که اسپانسر لباس ما هست، اگر میخواین با قیمت مناسب لباس های شیک به دست بیارین، میتونین برین به کوچه سیاگرد جوار عزیز بانک مرکزی و سر بزنین به با بازار جان ما. اگر شما برنامه امروز ما را از دست دادین، میتونین سر بزنین به چینل یوتیوب. تا یک روز بعد دوباره خدمت شما قرار میگیرم. همه شما را به خداوند یکتا و یگانه امانت میکنم. خدا نگهدارتان.